درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 23 از ماه مارس سال 2012 میلادی. در روزهای جمعه مدت یک ساعت نیم خدمت شما بزرگواران هستم و در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. در شبهای جمعه با دوست گرامی آقای محمد عرسی در دالاس صحبت میکنیم. اجازه بفرمایید که یک غزل بسیار مشهور از حافظ برای شما بخوانم و بعد مطالب بسیاری هست هم به اونها خواهیم پرداخت. دلم جز مهر محرویان طریقی بر نمی گیرد، زهر در می دهم پندش ولیکن در نمی گیرد. سعدی آتش زبانم روز شب سوزم چو شمع، با همه آتش زبانی در تو گیراییم نیست. اینا مضامین مختلف مشترک هست در واقع، شعرها از هم میگرفتن. خدا را ای نصیحت گو، حدیث ساغر و میگو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد. بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده رنگین، که فکری در درون ما از این بهتر نمیگیرد. صراحی میکشم پنهان و مردم دفتر انگارن، عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی گیرد. این بطری های کتابی امروز هم هست، پاینت و هفت پاینت میگن تو جیب و از این بغل صراحی میکشم پنهان و مردم. این تو جیب منه در واقع، این شراب کتابی، همه خیال میکنم قرآنه. این تعبیر منه، میگه عجب که این زرق و ریا آتش به این نمیندازه. به این قرآن در جیب بغل من، وگرنه چه دلیلی داشت؟ خب هر دفتری که این مقایسه باش نمیشه، که حتما منظورش به نظر من قرآن بوده. صراحی میکشم پنهان و مردم دفتر انگاره، عجب گر آتش این زرق در دفتر نمیگیرد. من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی، که پیر می فروشانش به جامی بر نمی گیرد. از اون رو هست یاران را صفاها با می لعلش، که غیر از راستی نقشی در اون جوهر نمی گیرد. سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردوز، برو کین وعظ بیمعنی مرا در سر نمی گیرد. نصیحت گوی رندان را که با حکم قضا جنگ است، دلش بس تنگ می بینم مگر ساغر نمی گیرد. میان گریه می خندم که چون شمع در این مجلس، زبان آتشینم هست لیکن در نمی گیرد. چه خوش سید دلم کردی به نازم چشم مستت را، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمی گیرد. سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است، چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمی گیرد. من اون آینه را روزی به دست آورم سکندروار، اگر می گیرد این آتش زمانی ور نمی گیرد. خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت، دری دیگر نمی داند رهی دیگر نمی گیرد. بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم، که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد. بله، از کنم پیش از هر چیز در این شور و هیاهوی مربوط به نوروز، مرگ یک هنرمند بزرگ ناشناخته من و در واقع در لابلای اخبار گم شد، و این هنرمند بزرگ استاد جلال ذوالفنون بود. استاد جلال ذوالفنون برادر کهتر استاد محمود ذوالفنون، استاد ستار در واقع، و این مرد بزرگ محترم رو به بیمارستان بردن. در اونجا بیماری قلبی داشتن ایشون و بیماری قند، و معمولاً بله استاد ذوالفنون هستن. بعد از عبادی من ستای در واقع دلنوازتر و زیباتر از ستار ذوالفنون نشنیده بودم. در باب ایشون دوشنبه مفصل‌تر صحبت میکنیم. اما
گویا در اطراف ایران جهالی یا جاهلی بوده است، چون وقتی شما بیماری قند داری خون ریزی بند نمیاد، باز تحت نظر پزشک در بیمارستان تکان نخوره بیمار. ایشون رو کشیدن از خاطر طمعی یا چیزی یا امضایی کشید، طوری که من شنیدم کشیدن بیرون، به یک جایی بردن، از اونجام کشیدن به نمیدونم تاکسی فلان، خون ریزی کردن و این مرد هنرمند حاصل بیشتر از 50-60 سال تجربه موسیقی عرض کنم که جان باختن. متاسفانه من این ضایعه واقعا بزرگ رو اول به خانواده زلفنون، استاد زلفنون، خانم زلفنون، برادران زلفنون، این خانواده زلفنون محل اخلاق نیک و سنت‌های زیبای ایرانی هستن حقیقتا تسلیت عرض میکنم و به جامعه هنری ایران روز دوشنبه بیشتر در باب ایشون صحبت میکنه، بعضی کارهاشون هم پخش میکنه. یک سابقه خانوادگی هم من به وجهی که از زبان استاد زلفنون شنیدم برای شما خواهم گفت. این یک مطلب. مطلب دیگر این که در روز همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر در المپیک کلکشن هستیم و سخن شاهنامه بین ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر، برای کسب اطلاع هم 50-50-100 و هم 818 ایرانیان آقای خلیلی می توانید تماس بگیرید دوستان گرامی برای کسب اطلاع. خب از این هم که بگذاریم، اجازه من یه اشاره بکنم به نوروز. به نوروز و پیش از این اشاره کنم به نوروز، عرض می کنم که این ایران ما رو، ما دو نهاد بزرگ در این مملکت داشتیم همواره، یکی نهاد دین، یکی نهاد پادشاهی، بنیاد پادشاهی. البته در این باب بنده بسیار صحبت کردم که این دو بنیاد در واقع اینها صد راه آزادی به زبان امروز بودن. دین که اساساً جایی برای آزادی نه. بنیاد شاهنشاهی محترمترین در واقع بنیادهای اجتماعی در تاریخ مملکت ما بوده و کشور ما رو پادشاهان نگه داشتن، این بنیاد نگه داشت. یعنی که مقام پادشاهی که در واقع به عنوان برترین توانایی‌های نیک شناخته می‌شد، شخص پادشاه محل دادگری، محل دلاوری، محل بخشش، بزرگواری و ملت به او پناه می‌برد. و من بسیار متاسفم که این بنیاد از بن برکنده شد و خود پادشاهان آخرین در واقع این بنیاد رو منقرض کردن و این جمهوری رو بنیاد کردن. این بنیاد بایستی برپای میموند. شاهنشاهی، پادشاهی بسیار بنیاد محترم و زیبایی بود. من این رو بارها به کرات و مرات اینجا خدمت شما عرض کردم. دادگری در واقع جانمایه پادشاهی بوده، دادگری. و بعد از اون که عرض شد که پادشاهی ایران سرنگون شد، که حالا ما میگویم 2500 سال پادشاهی ایران، نه چنین نبوده. یزدگرد آخرین پادشاه بزرگ ایران بوده، دیگه بقیت و جیش پادشاهان ایرانی نبودن، ایرانی نبودن. ما یک کریم خان داریم، یک رضا شاه، یعنی که پادشاهی که تبارش ایرانی باشه و زبانش پارسی باشه. اینا ما کریم خان رو داریم در طول این هزاره ها. البته اون پادشاهان محلی بودن، خانواده ها بودن، پادشاهی بر کل ایران نداشتن، مثل آل محتاج، آل فریغون، آل سامان، آل لیث، اینها پادشاهان کل ایران نبودن، اینها بخشی از ایران حکومت میکردن، البته ایرانی بودن. اما در واقع با آمدن محمود غزنوی و عرض کنم که این ترکان تنگچشم آسیای مرکزی از دست ایرانی بیرون رفت، اما همونها هم ایران را نگه داشت، این بنیاد ایران را نگه داشته، این بنیاد پادشاهی. یعنی فرض فرمایید که اگر یک دزد بیابانی دشت قبچاق، نمیدونم آلتایی، میامد به محض این که مملکت رو میگرفت، ایرانی ها میگفتن آقا شما دیگه خونخاری و جنایت و آدم کشی رو باید بگذاری کنار، به جایی که شما در موضع پادشاهان نشسته ای، بر تخت شاهی ایران زمین نشسته ای، بر جای جمشید، بر تخت جمشید و کیخسرو تکیه زدی، این مجبور میشد که در واقع به لحاظ منر و روش و اخلاق اینا خودش رو درست بکنه، جزی از اون بنیاد کهن بشود و اخلاق نیک. همین مغول های خوناشان ببینید چه کارهای بزرگی کردن، به جهتی که به اینها میگفتن شاهنشاه ایران. شاهنشاه ایران چیزی کمی نبوده.
در عصر جدید که میبایستی در واقع وظیفه پادشاه عوض شد، لازم میبود دربار نمیبایستی که عرض کنم محل ملامت میشد و بزرگان ایران در واقع دانایان ایران به کرات و مرات گوش زد کردند که آقا این بنیاد نباید سقوط بکند، اگه این بنیاد بشود حزب و هر اتومبیلی در چاله افتاد فوشی به دربار داده بشود یا یک کسی رو شکنجه میکنن گزارشش به شخص شاه داده بشود، این یک روزی همه چیز ما هم سقوط میکند از بین میره. اما گوش کسی بدهکار این حرف ها متاسفانه نبود، اونقدر زدن که مقام از دستشون بیرون رفت و کشور ما رو به این روزگار انداختن. بنیاد پادشاهی محترم می نشست، همون وظیفه نگه داشت سنن ایران و زیبایی های ایران زمین و حشمت و شکوه این مملکت رو ما باسی در دربار ایران می دیدیم. مثل انگلستان یک عروسی کردن، اینا چشم جهان خیره شد از زیبایی با این خرج زیادی که ملت انگلیس تحمیل میکنن، به انگلیس تحمیل شد اما دوست دارن. باری حالا من اینجا میخوام از نوروزنامه خیام صبح روز در واقع نوروز ببینید که چگونه سخن گفته خیام و رسم چگونه بوده است. شاه ایران تنها میستاد در یک سالن بزرگ پرحشمت و موبد موبدان، یعنی عالی ترین مقام معنوی مملکت به خدمت پادشاه میرسید. من با اینکه این چاپگر ما جوهرش تمام شده بوده و خیلی خیلی ریز هست، سعی میکنم که بخوانم که خیام نیشابوری با چه نثر زیبای پارسی که حقیقتا از فرط مدهانت به گونه ایست که انسان احساس غرور میکند، انسان میخواد بخوان نثر سر و سینه رو بالا بگیره. چون میدونین عربی و اینا زبان در واقع نوبه و گریه و دعاست، زبان پارسی زبان دعا و نوبه نیست، زبان فرماندهی است. زبان یهودی هم زبان نوبه و گریه و دعاست. حالا ببینید خیام چگونه سخن رانده در نوروزنامه. خب پیش از اینکه بپردازیم به این داستان، عرض شود خدمت شما که بله از شاهنامه آورده است، از شاهنامه آورده است. بله فردوسی بدون شک مواد شاهنامه خود را معل واسطه از خدای نامک و دیگر کتب و رسائل پهلوی اتخاذ کرده، اندر پادشاهی جمشید گوید چو خورشید تابون میان هوا، نشسته بر او شاه پروان روا، جهان انجمن شد بر تخت اوی، فرو مانده از فره بخت اوی، به جمشید بر گوهر افشاندند، به جمشید بر گوهر افشاندند، بر آن روز را روز نو خواندند، سر سال نو هرمز فرودین، بر آسود از رنج تن دل زکین، بزرگان به شادی بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. چون این روز فرخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. از این داستان برمی آید نوروز را به فروردین ما و بدین جهت روز نو نام کردند، زیرا پیشانی سال نو است. از تفهیم ابو ریحان میگوید از رسم‌های پارسیان نوروز چیست؟ نخستین روز است از فروردین ماه، از این جهت روز نو نام کردند، زیرا پیشانی سال نو است. از تفهیم در واقع تصحیح استاد جلال الدین همایی. خب میگوید که آداب جشن نوروز، به طور کلی از مراسم نوروز در دربار شاهان هخامنشی و اشکانی اطلاعات دقیق در دست نیست، اما از آداب برگزاری جشن نوروز در عهد ساسانیان اطلاعات گرانبهایی بله در دست است. اینک خلاصه ای از آن. در بامداد نوروز شاهنشاه جامی که معمولاً از برد یمانی بود بر تن می‌کرد و زینتی بر خود استوار می فرمود و به تنهایی در دربار حاضر می شد و شخصی که قدم او را به فال نیک می گرفتن بر شاه داخل می شد. خیام گوید آیین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا به روزگار یزدجرد که آخر ملوک عجم بود چنان بوده است که در روز نخست کس از مردمان بیگانه موبد موبدان پیش ملک آمدی با جام زرین پرمی و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی
و یک دسته خبیز سبز سبز رسته و شمشیری و تیر و کمان و به دوات و قلم و دوات و قلم و اسبی و غلامی خوب روی و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان پارسی به عبارت ایشان چون موبد موبدان از آفرین به پرداختی. این همون لحن فردوسی است، آفرین به پرداختی. پس بزرگان دولت در آمدندی و خدمتها پیش آوردندی. آفرین موبد موبدان به عبارت ایشان چنین بوده است: شها به جشن فرودین، به ماه فرودین آزادی گزین. قسم میداده شها به جشن فرودین، به ماه فرودین آزادی گزین، به روان و دین کیان سروش آورد تو را دانایی و بینایی به کاردانی و دیر زی با خوی هجیر. و شاد باش بر تخت زرین و انوشه خور به جام جمشید و رسم نیاکن در همت بلند و نیکوکاری و ورزش و داد و راستی نگه دار. سرت سبز باد و جوانی چو خوید، اسبت کامکار و پیروز و تیغت روشن و کاری به دشمن و بازت گیرا و خجسته به شکار و کارت راست چون تیر. و هم کشور بگیر نو بر تخت با درم و دینار. این عبارت خیلی خیلی مهم هست: به پیشت هنری و دانا گرامی و درم خار، و سرایت آباد و زندگانی بسیار. چون این بگفتی چاشنی کردی و جام به ملک دادی و خبید در دست دیگر نهادی و دینار و درم در پیش تخت او بنهادی و بدین اون خواستی که روز نو و سال نو هرچه بزرگان اول دیدار چشم برام افکنن تا سال دیگر شادمان و خرم با اون چیزها در کامرانی بمانند و اون بر ایشان مبارک گردند. این رسم یعنی اول نوروز چنین بوده است، برخورد مقام معنوی مملکت با پادشاه محتشم ایران زمین. نوروز چنین برگزار میشد که نوروز عامه بود و نوروز خاصه بود و مطالبش خیلی خیلی مفصل هست و در این باب اتفاقا اطلاعات بسیار زیادی هم در دست هست. و بعد از عرب هم در واقع میخوام خدمت شما عرض کنیم اسلام عزیز به مثابه طاعون به هر مملکتی وارد شد همه آداب و سنن به اون ملت رو از میان برد. شما نگاه کنید به این مصر و لیبی و نمیتونم لبنان و عراق و اینا، هیچ شخصیتی ندارن جز اینکه زبانشون عربی است، یعنی هیچ هویتی ندارن جز اینکه زبانشون عربی است، دینشون اسلامه. چی چیزی دیگری دارن به بنده بفرمایید؟ یک مش آثار عظیم و شأن هنری در مصر هست مربوط به روزگار فرعون که کفرش خیلی معروف است، اما این 80 90 میلیون مسلمان بارها گفتم از برکت اون کفر دارن زندگی میکنن. بارها عرض کردم پیداست اون کفر از این دین زایاتر و بهتر بوده و این کاخها رو و این اهرام عجیب رو و این در واقع کارهایی که مایه حیرت همه بشریت هست رو با میل خود و رغبت نه به زخم تازیانه مردم مصر ساختن در دوران کفر. در دوران اسلام عزیز شد یه مسجد یا چطور دستا نمیدونم توالت و اینا چیزی ساخته نشد در مصر، بیچاره بدبخت زبون سری خورده باری. اما در ایران زمین نتوانستن این کارها رو بکنن. ایرانی ها بیدارتر و هوشیارتر و استخوانبندی تاریخی اینها نیرومندتر و فرهنگ ایرانی بسی عمیقتر از این بود که این اسلام با این قوانین ساده بیابانیش که بوی توحش از عرض میکنم احکامش به مشام میرسه و شامه جهان در واقع آزرده شده است امروز که بعضی اینها به حکومت رسیدن، از این بوی بعد اینها اون قد و قامت رو نداشت که ایران زمین رو از بین ببره. البته اینا حقایق امور هست بنده خدمت شما میگم. اینا گفتن این رسم گبران رو باید براندازید. خب
هر سال جشنی بوده، عرض میکنم جشنا بسیار بوده. ایران جای شادکامی و شادخاری و آباد کردن گیتی و کار و کوشش بوده. نه جای ندبه و گریه و روزخانی و روزگیری و از اینجور کارها که عرض کنم انسان را از کار زندگی و آباد کردن گیتی باز می‌دارد. و عرض کردم اسلام عزیز پاش هر جا گذاشت، درختام سیب ندادن دیگه، عرض کنم زمینام گندم نمی‌دادن. برید بخونید این کتاب عرب منتالیتی، سه تا روانشناس خیلی مهم جامعه شناس رفتن یه 50-60 سال اینم جمعاً روی هم اینها تحقیقات کردن، به این نتیجه که چون همه چیز به الله واگذار کردن، زمیندارم کار نمی‌کردن، هر جا دست اینها افتاد خراب شد. ابن خلدون رو بخونم میارم خدمتتون، میگوید این یمن تا دست ایرانی‌ها بود آباد بود، دست این اسلامی افتاد به خرابه تبدیل شده. آخر شما جامع‌ترین عالی‌ترین از این حرفا اومد. من دعوت میکنم از این اسلامیون بزرگ کوچیک، آخون، ملا، عمامدار، بی عمامه، با نهایت احترام بنده عرض کنم به ادب از خدمتشون تقاضا میکنم تشریف بیارن اینجا با هم صحبت کنیم از باب برکات اسلام، ببینیم چه بوده، مردم متوجه شدن. شما که 1500 سال منبر دست شماست، هر کم از ما حرف زد که کشتیم دهنشو بستیم، الان تشریف بیارید ببینیم واقعا چی داریم در انبان. از ابن مقفع تا کسروی کشتید، دیکته کردید به مردم، هر خوی بیابانی وحشی رو چیز اعلی نشون دادید که از آسمان ها آمده. دوران شما تمام شده آقا، تمام شده، چیزی ندارید، دفاع نمیتوانید بکنید از این آیین بیابانی، احکام بیابانی. بدبختی اینه که اخلاق هم درش نیست. آخه اگر یک عرض کنم که یک خطکشی قرمزی بود که از اینجا نمیشود داخل شد، این اخلاق اسلامی وجود نداره. تا همه جا استبداد پیدا کرده، قاطی شده، آدم کشی، غارت، دزدی، نابیناموسی، همه چیز میتونه حلال هم باشه. تشریف بیارید با هم صحبت کنیم. آقا خانم شما تشریف بیارید، شما نیم ساعت صحبت کنید، بنده 10 دقیقه. خوبه آقا، این چیز بدی نیست که زیانی ندارید، که شما که خدا رو دارید، پیغمبرم دارید، 1400 سال هم تاریخ دارید، این همه فقها و علمای بزرگم دارید، بنده یک لاقبا اینجا نشستم، حاضرم خدمتتون باشم. اگر شما درست گفتید و مردم گفتن شما درست گفتید، بنده رها میکنم این تلویزیون، این فعالیتی که دارم، میرم دوباره کار زندگی دیگه. خب این از این داستان. بله دشمنی بود دیگه. به هر صورت ایرانیان هم بلد بودن چگونه سننگر رشوه میدادن. خب اینا بیابانی بودن، شیرینی ندیده بودن، آقا عسل ندیده بودن. اینا میبردن این طبقه های بزرگ میذاشتن، اینا میخوردن، خوش میگفت بر نوروز چیز خوبی نیست. یکی از علل در واقع توجه ایرانیان به این خانواده که معزول بود همیشه، خانواده علی و اینها، این بود که عید نوروز میگویند میبردن علی مولای متقیان، خب اشتهاشون هم خوب بود خدا را شکر الحمدلله، میخوردیم قطابای یزد و اینا، میگفت به 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 کاش هر روز نوروز بود. یا در دربار خلفا هم همینجور طلا میبردن، چه هدایای بزرگ، ایرانیان رسمشون بود که در روز نوروز هدیه بدن، میبردن این خلفا میدن درآمدشون بیشترشون، گفت بیا نوروز چیز خوبی است، خلفا هم میگرفتن. حالا بودن آدمای این که سوسه میومدن و اینا، تو مرد دینی و این رسم رسم گبران است، روا مداری بر رسم گبرگان رفتن. اما نوروز پهلوانی بود که پشتش به این سادگی به خاک نمی رسید. تا همین خمینی و حمدالله بلمنه، امروز عرض کنم نوروز یک چیز جهانی است و آخوندها خون می خورن، میگن آخرش ما نتوانستیم آیین گبرا رو براندازیم، این چهارشنبه سوری و این نوروز اینها رو ما براندازیم، نشد. آقا عاشق مرتضی این ملاعین ببینید چه کردن با ما، گریه کنید، ما میگوییم گریه کنید اینا جشن میگیره، ما میگوییم که بر حسین گریه کنید اینا نمیدونم حاجی فیروز میارن و شادی میکنن نشاد. ما به اینها زندگیم هموطن، این نوروز رو باید گرامی داشت. و فراموش نکنیم از این سنن بزرگ و مهم و انسانی ایرانی، غالبا این قالبش چمدان خالیش باقی مونده،
این نیست که نوروز ما فقط خودمان نمیدانم لباس نو بخریم و اینها، بایستی در فکر دیگران باشیم. آیا در این کوچه، در این همسایگی گرسنه‌ای هست، کسی هست که نمیتواند نو شود؟ کمک کنیم، همیاری. این در واقع نهایتش یک پدیده انسانی است، نه اینکه پولایی که از جیب مردم دزدیدیم برداریم موقع نوروز بریم مکه و کربلا بمب بذارن یه 40 50 نفرمون واصل کنن ببینن به کجا. این چمدانی بوده پر عرض میکنم درر شاهوار، هزار معنی در این نوروز هست. همچنین از تصوف به عنوان مثال، فقط چمدان خالیش نباشه، فقط ریش باشه و تبرزین. صفت کجاست؟ انسانیت، معرفت، این هاست محتوای تصوف. عشق، زهد به معنی حقیقیش، فتووت، فتووت آقا، فتووت، نگذاریم فتووت گم بشه. این هم یه مطلبی دیگر. عرض بشود که یک آماری گرفته است این بی بی سی و اینها در باب رجال و اینها در کی بزرگترین رجل هست و اینها. حالا تنها چیزی که خوب هست این است که این دیکتاتورهای اخیر و این خمینی اینها نبودن. اما میخوام خدمت شما عرض کنم که شناخت بزرگترین رجال مملکت ما شناخت میخواد. آقا این یه چیز پاپیولیستیه، شناخت تاریخ. خب ما تردید نداریم که کوروش کبیر یک رجل بزرگ جهانی است، یعنی در صد رجل بزرگ جهان هم زرتشت هست هم کوروش کبیر. در شاهان پیش از اسلام هم آدم های بزرگی مثل شاپور، شاپور دوم، انوشیروان، خشایارشاه، این همه مایه مباهات ما هستن. بعد از عرب علمای بزرگ پیدا شدن، حالا ابن سینا رو انتخاب کردن، ولی به گمان من ابو ریحان بیرونی به مراتب بزرگتر از ابن سینا است. بیرونی، اما بیرونی در واقع در بین مردم اینا شهرت ابن سینا رو نداره. رازی به مراتب بزرگتر از ابن سینا است. یا در موضوع شهن حافظ، ما عاشق و شیفته حافظ هستیم، آقا ما برخی حافظیم، اما سعدی بسیار به مراتب بزرگتر از حافظه به لحاظ تأثیرش بر این فرهنگ و کلیت و جامعیت سعدی و زبان سعدی. اون تأثیر عمیقی که بر این سخنی که ما میگوییم، سخن سعدی است، امروز زبان پارسی که ما سخن میگوییم تکلیفهای سعدی است، مراتب بزرگتر از حافظه به نظر من. تا همین روزگار عصر اخیر ناصرالدین شاه شما به نوشته ها، تذکره ها نگاه کنید، سعدی مقامش بسیار بلندتره. فقط عصر جدید هست و اینها که در واقع یه چیزهایی از پوشکین نقل کردن، یک چیزهایی از نیچه و یک چیزهایی از گوتو اینها، و هی حافظ شناس پیدا شد و این شهرت حافظ در عصر جدید بسیار زیاد شده، که البته حافظ بی نظیر، هنرمند بی نظیریست، اما هرگز کلیت و جامعیت و تأثیر سعدی رو بر زبان پارسی هرگز نداره. یا در میان بزرگان بعد از عرب، شاه عباس کبیر یکی از بزرگترین ایرانسازان تاریخ مملکت ما، شاه عباس کبیره، مادر شاه. من میگم این کار خیلی عجل عجولانه بوده و توسط آدم هایی بوده است که به قدر کافی فکر نکردن، که اینا از انگلیس بودن، باید اینها مشاوره ای میکردن با دانشمندان داخل ایران، دانایان تاریخ، که ما میخوام چنین کاری بکنیم. باری این هم یک داستانی است و من رفتم خواندم این نظرات بعضی هموطنان، اونقدر اراجیف و سخنان لاطائل آمده بود اونجا که آدم خندش میگیره که آقا این هم. ولی به حمد الله و المنه خمینی نیست، اون دو مستبد دیگر هم نیستن، الحمدلله رب العالمین. حقانیت یعنی در واقع ملت خدمتگزاران واقعی خودش رو، دلسوزان خودش رو که فراموش نمیکنه. اذن فرمایید یک موسیقی بشنویم، برگردیم خدمت شما. دوست عزیز ما امیر جوان خیلی علاقه به پرویز یاحقی داره، مرتب قطعات زیبایی از این هنرمند در واقع در گذشته میگذارن. پرویز یاحقی، بفرمایید.
بله صبر میکنیم آقا، 2 لحظه صبر میکنیم، صبر ما زیاده. کامپیوتر فریز کرده، خب ما حرف میزن. عرض میکردم در تاریخ انگلیس هم یه همچین کاری کردن، چرچیل برنده شد، ولی آیا 500 سال دیگه وقتی از ملل آمار بگیرن در با وجود شکسپیر، نیوتن و جان لاک، آیا چرچیل اول میشه؟ اصلا میسر نیست چنین چیزی. یا در آلمان شنیدم آدنائر، چه شخصیت های بزرگی دارد آلمان. واقعا خیلی مشکل این حرفا، خیلی خیلی پیچیده است. من فکر کنم اینا واسه تقسیم بندی بشود، بزرگترین علما، بزرگترین رهبران سیاسی، اینا بایستی، بزرگترین شاعرها، این کاتگوریش بایستی که باز معلوم بشه و یک درباره یک پایه منطقی و علمی خیلی استواری مبتنی باشد. حاضره؟ بفرمایید. با درود بر شما هموطنان گرامی، استاد جلیل شهناز بودن و استاد پرویز یا حقی سنتور رو مطمئن نیستم، شاید آقای توکل، شاید. خدمت شما عرض کنم بسیاری از هموطنان زنگ زدن و خشمگین هستن از سخنان دوست گرامی آقای عرصی و سخنانشون هم بر یک منطق درست استوار نیست. من میخوام خدمت شما عرض کنم که جنسی که 40 سال است من در این امریکت هستم، آدم های سیاسی دیدم به انواع احسان، بسیار انسان های خوب بودن، شایسته بودن اینها، و میخوام خدمت شما عرض کنم که کسی که صاحب تجربه و نگاه درست به مردم و صاحب اخلاق و در کارش استوار و دلیر و حقیقتاً دلسوز مردم باشه مثل محمد عرصه خیلی کم دیدم. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم من سخن کم نمیارم که اینجا بنشینم مثلا کسانی دیگر بیارم برنامه برای بنشستم، اما اگر من 5 نفر مثل محمد عرصه پیدا میکردم برنامه رو میزن میرفت، مدتی پیدام نمیشه. به جهتی ما باید نظرات دیگران رو هم بشنویم، مثل که اخلاق رو با وطن دوستی تو هم داشته باشه و نگاه درست به سیاست باشه و فراز و فرودها رو دیده باشه و در واقع دلیری در بیان داشته باشه. ارزش‌ها در اینجاست و هیچ مصلحتی برای خود نخواهد. این است که خواهش میکنم، به خصوص یکی از دوستان عزیز که گویا طرفدار حکومت سابق هست، بسیار تهدید کرد آقای عرصی رو لطفاً بگیرید، بسیار تهدید کرده بود که ما میرویم چنین و چنان میکنیم و اینها. شما لازم نیست تهدید بفرمایید عزیزم، تشریف بیارید همینجا حرفتون رو بزنید، ببین هموطن ببین استدلالهای شما چگونه است در مقابل سخنانی که این مرد گفته است، دوست من آقای عرصی. ما مشکل زیاد داشتیم در این، ما هنوز مشکل داریم. ما باید حقایق امور رو به وجهی که بودن بپذیریم، نه اینکه به خاطر مساله یا وضع ما خوب بوده مغالطه نکنیم عزیزان. هرچی مغالطه بکنیم و هرچی از طریق ملت و طریق حقیقت دور بشویم، دیرتر ممکن است مقصود برسیم. بیان بررسی بکنیم آقا، ببینیم چه جامعه ای بوده، چگونه بوده داستان، مردم در کجا بودن، آقا آزادی بیان چگونه بوده، موضوع سیاست چه بوده، دخالت خارجی چگونه بوده، همینا رو بررسی بکنیم. جستجوگر حقیقت باشیم. حقیقت از تعصبات ما بسیار بالاتر، از وطن دوستی بالاتر هست، از مهر میهن و مهر فرزند و عشق به زن و همه اینا بالاتر حقیقت. این نشستیم تبلیغ استبداد میکنیم اینجا به هر دلیلی. آقا قدیم ها 2 ریال 10 شای میدادیم، ما 2 دلار خرما میخریدیم تازه میشم. آقا خب بله، اون زمان حقوق کارگر 3 تومن 5 ریال بود در عمله، امروز مثلا 100 هزار تومنه، 200 هزار تومن، نمیدونم چی. این صحبت های یخ بیمزه سطحی، اینا چه سخنانی ساخه؟ اینا سخنان اساسی مملکت نیست که، درد مردم نبوده که. اجازه بدید با آقای عرصی صحبت کنم. آقای عرصی درود بر شما و نوروز شما در واقع خجسته باد. درود بر شما جناب آقای مشیری و من هم نوروز به شما خجسته باد میگم و برای بینندگان و شنوندگان برنامه حضرت عالی آقای مشیری. قربان شما. عرض کنم آقای عرصی، من یک شمعی در باب
نوروز گفتم یک بخشهایی از در واقع نوروزنامه خیام به چه پارسی زیبا و چه متین و استوار نوشته بودن، خواندم و سنت نوروز در پیشگاه پادشاهان. این نوروز یک نقش مهم بسیار مهم سیاسی هم در تاریخ مملکت ما داشته است و هنوز دارد. در واقع خمینی که آمد، بیاد دارید که از زبانش یاری نمیشد این مرد مهیل کلاهبردار و دروغ زن که بگوید نوروز، میگفت جشن بهاره و که بعد سر و صدا هم بود که میخوان رو تعطیل بکنن و اینها، اما مثل این که توفیقی به دست نیاوردن. آقای عرصی. بله آقای مشیری عزیز، همه به یاد داریم که وقتی که انقلاب شد، همون روزای اول انقلاب، خب در هر حال بهمن ما انجام گرفت، با نوروز هم فاصله زیادی نداشتیم. این افراطی‌های اسلامی شروع کردن که این جشن نوروز جشن شاهی است، هر طوری از این دست شروع کردن زدن، ولی به قدری قوه مردم شدید بود و خب یه هزار سال بهتر از هر کسی میدانه که این روز چه جایگاهی در دل و ذهن مردم ایران داره و اینا به سرعت جا زدن. آی مشیری. بله بله، عقب نشینی کرد. بله. فقط به این بسنده کردن که هر وقت نوروز باد، در هر حال با یاد مذهبی یا روزهای عزاداری مذهبی همزمان میشه، خب اونا بر پایه سالهای قمری است که خودتون بهتر میدانید. من یادمه که سخنرانی از این جنتی شنیدم که میگفت که حالا که ماه رمضان افتاده به نوروز و اینا، این قضايا، مردم باید بدونن که وظیفه اصلیشون پرداختن به عیاد و به مراسم مذهبی است. بله بله. نوروز. ولی خب مردم شروع کردن مسخره کردن. حتی من شنیدم آقای مشیری عزیز، در خود قوم این طلاب جوانی که میان، اونا بیشتر پیش قراول همین کسانی هستن که این روحانیون قبلی رو مسخره میکنن. بله، پوسیده های قدیم رو. بله بله، الان همین دو سه هفته اخیر، چون میدانید که اینا از مراسم نوروزی پیش از هر چیزی از این چهارشنبه سوری میدرسن. بله، اون روز اینا خر سلاح میشن در مقابل مردم. این آقای مکارم شیرازی، بله، این عرض کنم که این جهل مرکب، بله، ایشون شروع کردن، بله، گفتن که این اینو مسخره کرده بود که نوروز و این چهارشنبه سوری رو یه جوری بسته بود به مسائل خرافی و کارهای بچگانه و اموری از این دست. ولی جناب مشیری، واقعا در داخل ایران که اینا هر وقت چنین کار میکردن، بیشتر چون اسباب مسخره مردم شدن و در ایران اصلا این جریان نمیگیره. البته من همین چند روز پیش شنیدم که در کابل هم، چون میدانید که وقتی طالبان سر کار آمدن، این نوروز رو قدغن کردن. اون چند سالی که اون قوم پلید و وحشی وحشی، بله، از کنم که اونا هم قدغن کردن نوروز با قاطعیت، هم میگفتن که این جشن کفار و زردشتی ها و جبران و کافرانه و مال ایرانی هست اصلا. بعد همین چند روز پیش هم در کابل یه ملایی به نام زین العابدین، ایشون سخنرانی کرده و گفته که این جشن نوروز مال کفاره، مال زرتشتی هاست، مال جمشید شاه، هیچ ربطی به مردم مسلمان افغانستان نداره و این جشن داره به ما تحمیل میشه. من از این خصش که بله، اینا این دشمنیشون با نوروز همیشه بوده، برای اینکه ویژگی تمام جریانات فوندمانتالیستی، جریانات ایدئولوژیک و مکتبی جناب مشتبه، تو میدونید هر آن چیزی که غیر از اونا باشه اونا ضرر به خودشون میدونن. حالا اون چیز ضرری هم نداشته باشه ها، ولی اونها مضر به حال خودشون میدونن. بله بله. ولی خب در ایران دیگه این جا افتاده و کارش نمیتونن بکنن. ولی آی مشیری، در کشورهای دیگه هستش که حقیقتا نوروز به عنوان نه تنها مهمترین ابزار زندگی، بلکه به عنوان ابزار مبارزه داره از اون استفاده شایانی میشه. من همین در نیویورک تایمز امروز
میخوندم که در شمال شرق سوریه، در اون قسمتی که کردستان سوریه و ترکیه و عراق در واقع به هم میپیوند، در اون نقطه، در اونجا چندین روزه که نوشته، که رسما نوشته جشن نوروز ایرانی و کردی، مردم کردستان جمعی دارن جشن میگیرن و هر روز که رقص و پایکوبی هست، رقص و پایکوبی و جشن رو تبدیل میکنن به تظاهرات علیه دولت اسد. بله، این چاوشکشایی که در اونجا هستن، قرار این هستش که این جنبه مبارزاتی نوروز همه جا خودشو داره نشون میده، های مشیری. و در ترکیه هم من خودم اونجا بودم و همینجور زمانی که در آلمان بودم، این کردا، انبوه کردای ترکیه که در آلمان زندگی میکنن، جناب مشیری، اینا مراسم چهارشنبه سوری رو به رغم تمام مشکلاتی که داشتن به این مراسم رو میگرفتن. و وقتی باشون صحبت میکردیم میگفتن که این یه تیره که ما میزنیم به دل این حاکمان مستبدی که با فرهنگ مردم کرد و با آزادی ما مخالفت میکنن. بله، همه جا به عنوان ابزار آزادی به کار میره. همینجوره، همینجوره آقای عرصی. آقای عرصی گرامی، یک واقعه خیلی خیلی در واقع غم‌انگیز در فرانسه اتفاق افتاد. یک جوانی که گویا رفته در پاکستان، نمیدونم کجا، منتسب به القاعده بوده، آمده چند بیگناه رو کشته و بعد پلیس هم محاصره کرد، 300 پلیس، اونا انفجارهای جعلی ساختن که بیاد بیرون نیامد و گفته بود من میخوام در حالی که اسلحه به دست دارم و با کفار جنگ میکنم شهید بشم و من میخوام که انتقام بچه های فلسطین رو از این مردم فرانسه بگیرم. اما دولت فرانسه خیلی خوب عمل کرد. من میخوام شما در این باب واقعا در قیاس با اون چه آخوندها در قم کردن شما مطالبی حتما بفرمایید. آقای مشیری عزیز، حقیقتا این چی که میفرمایید برای من که در واقع یه مقدار همینجوری جزئیات قضیه رو پی گرفتم، خیلی برام جالب بود همونجور که شما فرمودید، این درایتی که خود این آقای سارکوزی نشون داد، رهبران احزاب نشون دادن، به استثناء البته اون حزب فرونت ناسیونال یا در هر حال اون ملیگرایان افراطی که دختر ژان ماری لوپن، این خانم مارین لوپن رهبری میکنه، به استثناء این گروه های افراطی که دو تبل ضدیت با اسلام و ضدیت با مهاجران کوبیدند، ولی در مجموع جامعه فرانسه و از کنم دولت فرانسه بسیار بسیار برخورد مسئولانه‌ای با این قضیه کردن. خود سارکوزی اومد گفتش که این آقا به عنوان یک فاندامنتالیست که نماینده یه جریانیه، اینا کوشش میکنن که جامعه دموکراتیک فرانسه رو تقسیم بکنن بر سر مسائل عقیدتی، جامعه دموکراتیک ما رو به زانو در بیارن. ولی ما در شرایط فعلی باید متحد باشیم، همون باید به منافع ملی کشورمون بیاندیشیم و این نوع برخوردهایی که از طرف یه سری عناصر ناراحت، افراطی و جنایتکار در معنای واقعی کلمه صورت میگیره، اینو با یه جمعیت عظیم مثلا اسلامی یا هر چیز دیگری قاطی نکنیم. و خیلی خوب در این مورد برخورد کردن، مسئولانه کوشش کردن که سودجوهای سیاسی از قضیه نکنن، بلکه منافع ملت فرانسه رو در نظر بگیرن. جالبترین قضیه ای که جناب مشیری در این مورد اتفاق افتاد، این صحبتی بود که با رئیس این سازمان بزرگ یهودیان فرانسه انجام داده شد. و می دانید شما از دالی بهتر از من می دانید که فرانسه در حدود 700 هزار اونجا جهود زندگی میکنند و بعد از آمریکا بزرگترین جمعیت یهودی رو فرانسوی ها دارن. بله، از کنم که و بسیار هم جامعه نیرومندی هست. البته در طی تاریخ میدانید که همیشه از طرف افراطی های فرانسه اینا زیر ضربه بودن، فاشیست ها و دستراستی های افراطی و کاتولیک های افراطی. از کنم که رئیس این جامعه یهودیان
فرانسه در این شرایطی که مردم یهودی فوق العاده خشمگینن، فوق العاده ناراحتن، این کار جنایتکارانه که صورت گرفته، خوب رفتن تو تولوز، چهار تا دختر معصوم و با یه ربای اونجا بستن به گلوله و کشتن، بعد میگن که ما میخوایم مثلا انتقام از قاتلین فلسطینیا بگیریم. مثلا من نمیدونم واقعا اون دختر بچه 6 7 ساله‌ای که اونجا کشته شده اون چه گناهی کرده بوده. خب این چیز خیلی روشن نیست، ولی این درایتی که این آقای ریشارد پرسلیه، این رئیس این انجمن یهودیان فرانسه، از خودش نشون داد، حقیقتا برای من جالب بود. باور کنید آقای مشیری، وقتی که من الان میخوندم حقیقتا اشکم در آمد و به عنوان انسان افتخار کردم به چنین شخصیتی، چنین افراد متمدنی که این گونه مسئولانه برخورد میکنند و این گونه مواظب حرفهای خودشون هستند و اسیر خشم خودشون نمیشن. باشون صحبت کردن که شما نظرتون در ارتباط با این کاری که این جوان مسلمان افراطی کرده چیه. اینا اولین جمله ای که جناب مشیه به کار برده این استش که این فرد یه فاندامانتالیسته، یه گلوبال جهادیسته، یه فرد افراطیست، یه آدم مکتبی زده است و وصل به القاعده و من اعمال او را و کارهای او را به هیچ وجه با اسلام و با جمعیت عظیم مسلمانان فرانسه و که یک دین با ارزشی است مثل تمام دینهای دیگه، من اونو به هیچ وجه قاطی نمی کنم. خب شما ببینید آقای مشیری چقدر این مسئولان است، اینا سعی کردن یعنی کوششی نکردن که از این موضوع استفاده کنن، جامعه فرانسه رو که دست راستی ها اونجا خیلی قوی هستند و شدیدن می دانید که جنبش الان نیمه فاشیستی یا شبه فاشیستی فرانسه اساساً از زمانی که ژان ماری لوپن رو به وجود آورد از حدود 25 سال قبل جهت حملهش به مسلمان هاست، یعنی با جهودا و یهودی ها اینجوران کاری ندارن. عمدتاً جنبش راست در فرانسه که تحت نام فرونت ناسیونال یا جبهه مثلا ناسیونالیست ها و ملیگرای فرانسه نامیده میشه، این تشکیلات مبارزه خودش رو با مهاجران آفریقایی و مسلمان در واقع قرار داده، با اونا بیشتر درگیره و میگه که این مسلمان هایی که الان تعدادشون 5 میلیونه و در فرانسه زندگی میکنن، اینا فرهنگ فرانسه، امنیت فرانسه، همه اینا رو در هم ریختن و هر جنایتی که میشه مسلمان ها پشت سر اونن، البته مقدار زیاد اینا رو دروغ میگن، ولی در هر حال اون تضادی که با مسلمان ها دارن در فرانسه، این جبهه مثلا ناسیونالیست ها یا فرونت ناسیونال با رهبری ژان ماری لوپن اساسا مبارزه رو قرار داده رو مسلمان ها و مسلمان ها درگیره. اون وقت در چنین شرایطی با انتخابات هم هست، این رهبر جامعه یهودی فرانسه سعی کرد که این سو استفاده بکنه و بر طبل ضدیت با اسلامی ها به کوبه آمده، انسانی برخورد کرده، حقوق انسانی این مردم رو در نظر گرفته و میگه که ما به هیچ وجه عملی که این فرد انجام داده، این آقای محمد نمیدونم مهریت اسمش چه چیزیه، به هر حال کار ما این فاندامنتالیست، این تروریست رو قاطی نمی کنیم با اعمال مسلمانان و با اعمال اسلام که یک دینیست مانند همه ادیان دیگه. ببینید جناب مشیری، این روح واقعی یه جامعه سکولار و دموکرات و عملی که این مرد گرانقدر این آقای ریچارد پرسکی انجام میده، رئیس جامعه یهود، دقیقا یک عمل معنوی است، یعنی معنویت یعنی همین کار. شما در مقابل این آقای مشیری عزیز که فرمودید، کارهای جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرید، این رهبران جمهوری اسلامی به قول اون نویسنده ایرانی، این بنجل فروشان معنوی. ببینید جناب مشیری، در الان در همین یک ماه اخیر این اتفاقاتی که در افغانستان افتاد، اون داستانی که بعضی از طالبان کشته بودند و چند تا سربازان مثلا ادرار کرده بودند رو جسد اونا که کار بسیار زشتی بود، غیر انسانی بود، بعد اون داستان قرآن سوزی پیش آمد که اونم باز چند تا از سربازها این انجام داده بودن، و آخریش هم که این سرباز آمریکایی که رفته 17 نفر از این
افغانی ها رو، مظلوم رو به قصد سود. خب به عمل جنایت این کار بله. جنایت آمیزی بوده. اما با چشم خودمون دیدیم که آقای اوباما عذرخواهی کرد، فرمانده ارتش امریکا در افغانستان عذرخواهی کرد از مردم، طرف و رفتن گرفتن آوردن اینجا تحویل دادگاه دادن. آقای پایتخت وزیر دفاع گفت حتما این آدم اعدام میشه و با قانون آمریکا بخوام در نظر بگیریم این در واقع مجرم دست به جنایت زده. روزنامه ها، مطبوعات آمریکایی که من تعداد زیادی اینا رو خوندم، حتی من واقعا از نتایج دستراسی هم ندیدم کسی از این عمل دفاع بله کرده باشه. بله دفاع کردنی نیست. بله بله عذرخواهی کردن. خب این نشانه رشد، نشانه مدنیت، نشانه این که واقعا اون وحدت عالم انسانی به رغم همه این مشکلاتی که در جهان وجود داره به گونه ای برقرار میشه. اما در مقابل این جمهوری اسلامی حکومت خودش و حکومت خدا بر روی زمین میدانه، اینهایی که خودشونو جانشین پیغمبر و انبیا میدانند، این آقایون که دم به دم هم صحبت میکنن از نظام مقدس جمهوری اسلامی، آقای کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری که یکی از افراد مهم از کنم که این جامعه روحانیت در قم هست، از مدرسین اونجا هم گویا هست، ایشون تظاهراتی را رهبری کرده روز جمعه، همین 27 اسفند ماه، همین جمعه که گذشت، افغانی های مقیم قم رو که عمدتا هم طلبه و غیره هستند اینا رو جمع کردن، تظاهراتی کردن و سخنرانی کرده. در این سخنرانیش اعلام میکنه که آی مردم افغانستان، شما که جهادگران بزرگ افغانستان هستید، جهادگران بزرگ اسلام هستید، آبروی اسلام هستید، شوروی رو اینجوری بیرون کردید، ببینید چگونه آمریکایی ها دارن به قرآن توهین میکنن، چگونه دولت آمریکا داره مردم افغانستان میکشه، چگونه دولت آمریکا غرب چنین میکنن، چنان میکنن، بر جسد نمیدونن مسلمین ادرار میکنن، توهین میکنن. ببینید واقعا جناب مشیری، فساد، دروغ، یعنی این تاریکی فساد اینا رو بلع کرده، بر این در خودش فرو برده. بله یک جو حقیقت جویی جناب مشیری در کار اینها نیست. کاملا همین جوره. ببینید مقایسه این دوتا، شما ببینید یک کشوری هستش که در کشورهای غربی به رغم تمام اشکالاتی دارن، حرکت‌های استعماری میکنن، امپریالیستی میکنن، دروغ میگن، نمیدونم استثمار میکنن، همه این حرفا درست، اینا رو ما اصلا انکار نمیکنیم، جنگ را میندازن و و و تمام چیزهایی که در تاریخ کشورهای استعماری غرب ضبط شده و ثبت شده همه هم میدانیم. ولی همین جوامع گفت ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. آخه انصاف داشته باشیم، این جنبه های مثبت اینا را هم بگیم. در شرایط جنگی افغانستانی که گونه ای تصرف شده است به وسیله امریکایی ها، یه سرباز امریکایی اونجا کشته در و نافرمانی کرده، طرف رو گرفتن بردن به عنوان جنایتکار، میخوان محاکمهش بکنن، به جمهور خیلی رو همه هم مصاحبه کردن، ولی اینها شروع میکنن این قضیه رو نسبت میدن به دولت آمریکا. بله آقای عرصی، و در تمام طول این سالها و این ترورهای وحشت انگیز که القاعده انجام داد در آمریکا، در اسپانیا، ترکیه، من یک بار نشنیدم که این آیت الله های قم محکوم بکنن تروریسم رو. هرگز شما هم نشنیدید، ما نشنیدیم در واقع، که بگن آقا این کشتن بیگناهان چیز خوبی نیست، این داستان داستان غیر انسانی است. هرگز اینها رو نگفتن، هرگز من نشنیدم، و هر عملی کردن در واقع ضد منافع ملت بوده. آقای عرصی بله بله. و الان جناب مشیری در تایید فرمایشتون میخوام عرض بکنم، همین الان این واقعی که در فرانسه اتفاق افتاده، یعنی باز قتل این چهار دختر معصوم و مظلومی که حقیقتا دل هر انسانی رو به درد میاره، این چهار دختر یهودی که اونجوری کشته شدن به نادمردی و ناجوانمردانگی، دیوانه رفته اونها رو به گلوله بسته و اون رهبر روحانی، اون ربایش اونجا کشته اونها. خب شما ببینید این رهبران اسلامی فرانسه اینا آمدن همه محکوم کردن،
و گفتن آقا این کار اصلا به اسلام رفت نداره، به ما رفت نداره این قضیه. و جالب‌تر از چیزی، جناب مشیری، نخست وزیر دولت خود مختار فلسطین این عمل رو محکوم کرد و جالب بود و بسیار بسیار این کار سیاستمدارانه، انسانی، دنیا پسند. گفتش که کاری که ایشان کرده، رفته به نام دفاع از فلسطین این یهودی ها رو کشته، این دختر بچه ها رو کشته، هیچ ربطی به دفاع از مردم فلسطین نداره و ما این عمل جنایتکاران رو محکوم میکنیم. بله، فلسطینی ها خودشون درایت رو جناب مشیری از خودشون دارن نشون میدن. بله، کار دنیا پسند میکنن، به اون عمل رو محکوم میکنن. ولی الان 4 روز 5 روز از این واقعه گذشته، این رهبران مذهبی ایران، این کسانی که خودشونو کنم راهنمای تمام بشریت میدانند، این مدرسین حوزه های علمی قومی، آقای ولی فقیه، باز من دارم تشکید میکنم، این بنجل فروشان معنوی جناب مشیری، اینها یک کلمه بیان نکردن که این عمل رو ما محکوم میکنیم. خب شما ببینید آقای مشیری، یک این حرفی رو بزنن چقدر در دل دشمنان ایران، در دل دشمنان وسط اسلام، من دارم عرض میکنم، چقدر نرمش به وجود میاد، چقدر تغییر فکر در اینا میتونه اینا ایجاد بکنن. من چند وقت پیش آقای مشیری یه مقاله خوندم، نوشته بود که بله، این ایران در طول تاریخ، مخصوصا در طی این 200 سال اخیر، به هیچ کشوری حمله نکرده، جمهوری اسلامی به هیچ مملکتی حمله نکرده، از زمانی که قدرت آمدن اینا همش همه کاراشون دفاعی بوده و غیره و غیره این حرفا، و بی خود دارن به ما، این به این ایران و به این جمهوری اسلامی، این همه نسبت تجاوزگری و تجاوز به حقوق مردم و کشورهای همسایه دارن میدن. بنده میخوام عرض کنم در جواب این نویسنده که درسته آقای مشیری، درسته ایران به جای تجاوز نکرد، حتی این ملاهایی که با سر کار آمدن جنگ هم که با عراق بود، عراق به ایران تجاوز کرد، به جای تجاوز نکرده ایران. اما من میخوام عرض کنم خدمت شما و نظر حساسی در این مورد میخوام، من میخوام بگم که جناب مشیری، هیچ دولتی ولی در منطقه به اندازه دولت جمهوری اسلامی در طی این 33 سالی که در قدرت هست، این همه تولید نفرت نکرده علیه ملت‌های دیگه. Absolutely. ببینید این همه آقای مشیری علیه امریکا تولید نفرت کردن در منطقه، این همه علیه اسرائیل تولید نفرت کردند اینها در این منطقه، اینها دعوای مردم فلسطین با دولت اسرائیل رو تبدیل کردن به دعوای میلیون ها صدها میلیون مسلمان علیه اسرائیل. آقای عرصی، تا فرمایش این حضرته، من فکر کنم مقاله که میفرمایید اشاره به همون مقاله اون شخص معروفه، درسته قربان؟ حقیقت خاطرم نیستش که بله بله آقای اینا رو اکبر گنجی نوشته. ببینید عزیزم، ایشون مغالطه کرده، در واقع مغالطه، در واقع پنهان کردن اویدنس بهش میگن. بایستی پرسید آقا چه کسی چریک های حزب الله رو مسلح کرده، چندین هزار موشک به اینا داده، چه کسی حزب الله رو به وجود آورده، چه کسی به همین گروه های فلسطینی کمک های در واقع جیب ملت رو خالی کرده به اونا، چه کسی به اسد و این رژیم خونخوار او کمک کرده، چه کسی این همه بمب در عراق در کنار جاده ها که بمب های ساخت ایران بودن، چه کسی این همه دخالت در کار افغانستان کرده. من تعجب میکنم از بعضی این عرض کنم دوستان ما، این دلایلش بسیار بسیار جان. بله هستالی، کاملا درست میگید. و حالا آقای مشیری، من حتی حزب الله اینا رو در مقابل کاری که اینها با ساختن این جهاد اسلامی آقای مشیری در فلسطین کردن و کمکی که به حماس کردن تا جلوی روند صلح رو در منطقه بگیرن، بله بله، هیچ کدوم از کارهای اینها قابل قیاس با این عملشون نیست. این جورج شولز آقای مشیری یه بار در یکی از مقالاتش گفته بود که در این وزیر امور خارجه سابق آمریکا، بله می‌شناسم، گفته بود که در طی این چند دهه اخیر هیچ دولتی
به اندازه دولت جمهوری اسلامی به آبروی آمریکا و به غرب در نزد ملت‌های دیگه لطمه نزده و هیچ دولتی به اندازه اینا نفرت علیه ما تولید نکرده. کاملا درسته. ببینید آقای مشیری، واقعا ما خود به عنوان یه فردی، من الان خودم دارم میگم، یقین میکنم هستالی هم اینجوری هستید، ولی من به عنوان یه فردی که 100% با تمام وجودم مخالف هر گونه جنگ علیه ایران هستم، تحت هر نوع بهانه‌ای و حمله نظامی به ایران رو بدترین چیزی میدانم که ممکنه بر علیه ملت ایران اتفاق بیفته. من مخالف شدیدشم با اسرائیل، آمریکا، هر کشوری که بخواد به ایران حمله بکنه، 100% در مقابل او هستم و مبارزه میکنم با اون. اما میخوام بگم که به قول معروف چپ بشین راست صحبت بکن، ولی میخوام اینو عرض بکنم که این دولت ها واقعیت امین هستش که دل اینها پر خونه جناب مشیر. بله. جمهوریت. یعنی آخر این سوال واقعا مطرحه در این مبارزه‌ای که بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها در جریانه، آقای یاسر عرفات که خود چریک بود و مبارزه مسلحی بود و مبارزه مسلحانه میکرد، خودش به عنوان رهبر جنبش فلسطین میاد به این نتیجه میرسه که ما باید راضی بشیم به یک دولت خود مختار، به تشکیل دو دولت مختلف، دولت اسرائیل و دولت فلسطینی، و با هم صلح کنیم و طی یک روند طولانی با هم بالاخره بحث کنیم، گفتگو داشته باشیم. اینجا نقش جمهوری اسلامی چیه؟ به جمهوری اسلامی چه رفتی داره که بیاد آقای خامنه ای وایس اونجا برگرده بگه که عرفات خائنه و از عرفات به عنوان مردک صحبت بکنه و بگه که هر کسی بخواد صلح کنه با اسرائیل و اسرائیل رو به رسمیت بشناسه این جنایتکار علیه اسلام، علیه منافع فلسطینه؟ خب این به جمهوری اسلامی چه رفت داره؟ جمهوری اسلامی بله آقای گنجی و یا آقایان دیگر و خانم های دیگری که برمیدارید بنویسید جمهوری اسلامی به هیچ کشوری تجاوز نکرده. بله اگر تجاوز معناش این استش که ارتش بفرستن جایی تصرف بکنن، چه این کار رو نکرده. ولی کدام کشور به اندازه جمهوری اسلامی تولید نفرت کرده علیه اسرائیل، تولید نفرت کرده علیه مصر، تولید نفرت کرده علیه عربستان و سعودی؟ آقای مشیری اینا رفتن در سرزمین مردم، در عربستان سعودی. بنده به عنوان مخالف جدی دولت عربستان سعودی که اونجا رو ارتجاعی میدونم دارم صحبت میکنم، بازم سعی میکنم انصاف به خرج بدم. میخوام بگم اینا جمعیت خودشون رو فرستادن بدون اجازه از دولت عربستان سعودی. سال 1365 بود دیگه، خاطرتون باشه، اینا در اونجا با رهبری همه آقای کروبی عزیز عرض کنم که اونجا تظاهرات معروف را انداختند علیه دولت عربستان سعودی بدون که از اون کشور اجازه بگیرن. اون جنگ و درگیر و افتضاحات پیش آمد. کشتار قریب، همون کشتار براءت از مشرکین میفرمایید؟ بله دیگه، تو مراسم براءت از مشرکین. بله بله، اینا در واقع میخواستن که ثابت کنن که اینا کفارن، چون میدونید که براءت از مشرکین زمانی بود که گروه های از عرب مسلمان شده بودن، قریش بسیاری در این بادیه ها عرب بودن که مسلمان نشده بودن. عرض کنم که پیغمبر اسلام علی رو مأمور میکند که برود اونجا این داستان براءت از مشرکین رو در مکه، یعنی در واقع سخنش این بوده که این عرب های سنی در اونجا، عربستان، اینا کفار هستن. حالا شما تصور بفرمایید که نگهبانان حرمین شریفین کسی که عرب هستن، یعنی در واقع اسلام از مواریث اینهاست، زبان اینهاست، این چند تا مجوس به قول خود اینا برون اونا براءت بکنن از اینکه مشرکن. اونا همه رو کشتن آقای عرسی، کشتن، مگه نکشتن 400 حاجی رو کشتن اونجا؟ بله احمقی بود، یعنی کار حماقت و گروگانگیری آقای عرسی بایستی پیدا بشه. بله از همه بدتر، از همه بدتر، یعنی زیانه که به مردم ایران وارد شد، خسارتش به لحاظ اقتصادی با حمله مغول برابری میکرده. همون خیلی افتضاح بود. جناب مشیری میدانید که واقعا در ارتباط با دوران خود آقای خمینی، تمام کسانی که تاریخ اون دوره رو، اون 10 ساله حکومت شخص آقای خمینی رو مطالعه کردن، متفقن جناب مشیری که سه اشتباه عظیمی که شخص خمینی کرد
در چارچوب همون نظام اسلامی و روابط اون روز دنیا سه اشتباه عظیمی که ایشون کرد، یکیش همین مسئله گروگانگیری بود، اولیش بزرگترین، دوم تداوم جنگ با عراق بعد از این که دیگه خرمشهر و اینا آزاد شده بودن که در همون دو سال اول جنگ که 6 سال دیگر هم گذاشت به گردن ملت ایران و هر دو ملت رو بدبخت کرد، و سومیش همون فتوای قتل سلمان رشدی. اما حقیقت امین استش که جناب مشیری داستان گروگانگیری از همه اینا بدتر بود. بله از همه بدتر بود آقای عرصی، در چاه گروگانگیری هستیم. بله دران نمیدانن که اون گروگانگیری در واقع به گروگان گرفته شدن خود ملت ایران بود. بله دقیقاً همین چیز. بیرون نیومدیم هنوز. بله هنوز بیرون نیومدیم و این خسارات عظیم و این ضایعات انسانی و واقعاً شگفت انگیز بود. این است که این مقاله پر از مغالطات بود. در واقع مثل اینکه برای یک آدم بی سوادی نوشته شده بود که هیچ اطلاعی از ماهیت و عملکردهای این رژیم ندارد. آقای مشیر میدونید یه سری چیزها، یه سری افراد هستن که هنوز اسیر شکلند و در به گونه حتی در فضای جنگ سرد دارن زندگی میکنن. برداشتایی که از یه سری از موضوعات دارند حقیقتا نستش که خیلی کهنه است. مثلا من در یکی مواردی که یه بارم با شما همینجوری خصوصی صحبت میکردیم اگر خاطرون باشه، ببینید این همین استدلالی که مثلا آقای گنجی کردن، من خیلی احترام برای این آقای گنجی. بله منم همینجور. مبارزاتی که کردن. بله من دیگه بله. از خودشون نشون میده اینا رو جای خود. ولی مثلا یه اتفاق افتاده بود خیلی جالب بود جناب مشیری، و در این مورد میخوام واقعا نظر هر سوالی رو بدونم. صحبت شده بود سر این آقای خامنه ای که ایشون آیا واقعا دزدی میکنن، دزدی کردن نکردن اینا. یه دخول اومده بودن گفته بودن که ایشون دزدند و نمیدونم پول خوردند و چند از این حرفا. آقای مهاجرانی یه همین وزیر ارشاد آقای خاتمی بود، در دستگاه آقای هاشمی رفسنجانی هم معاون رئیس جمهور. بله میشناسم. چه چیزی الان خاطرم نیست. در هر حال خوب شخصی هستش، صاحب قلمه و آدم زبان‌آوریست، آدم باسوادیست و الان هم خب جزء کادرهای فعالیست که در لندن زندگی میکنن و دائما در مصاحبه هستن با این نشریات مختلف بین المللی. باشون صحبت کرده بودن که شما نظرتون چیه درباره این دزدی‌های آقای خامنه‌ای. چیزی غریبه به این مضمون، حالا من این کلمات رو فراموش کردم، ولی حرفی که زده بودن گفته بودن که در زندگی آقای خامنه ای اصلا نقطه سیاه نه تنها ده به لحاظ دزدینا وجود نداره، نمیدونم کسافتکاری مالی، فساد مالی، بلکه حتی نقطه خاکستری هم وجود نداره. ای وای ای وای عرصی جان عزیزم، این مطلبی که فرمودی خیلی مهم هست. اجازه بفرمایید که هفته آینده، چون دو بار علامت دادن که وقت به پایان رسیده، از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. هفته آینده سخن رو با همین سخن آقای مهاجرانی که بعضی به اینها شغالهای فرهنگی میگویند در داخل، یعنی اینها ضمن احترام به ایشان هستن که از مواضع بعضی کسان دفاع بکنن. اجازه فرمایید هفته آینده با شما صحبت کنیم. از شما بسیار سپاسگزارم دوست گرامی، از شما هموطنان عزیز سپاسگزارم، هموطنان گرامی، همزبانان گرامی، یک بار دیگر نوروز رو به شما تهنیت عرض می کنم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.